خانم ها آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان عزیز، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. تئاتر انتخاباتی، تئاتر موزیکال انتخاباتی همیهنان گرامی به پایان رسید. اون کسانی که از ابتدا در انتظار این بودن که رژیم با این تئاتر مسخرش بیشتر مورد استهزاء مردم قرار بگیره و یا بی آبروتر بشه و یا جهانیان نسبت به این انتخابات مسخره عکس العمل نشون بدن، یه مقداری خوشخیالن. همینان گرامی، این در همه جای دنیا مرسومه. حکومت‌های مستبد و دیکتاتوری برای اثبات حقانیت خودشون، یعنی این تئاتر رو به خارجیان نشون دادن، نشون بدن. در داخل که خب مردم میدونن که این مستبدین، این چپاولگران، این کسانی که در رأس نشستن چماق دستشونه و مردم رو سرکوب میکنن، اینا محبوبیتی ندارن. نمونه‌های فراوانش، دلغک صدام، دلغک قذافی، دلغک بشار اسد، دلغک پدرش و ده ها دلغکی که در آمریکای لاتین، در آفریقا میشه براتون اسم ببرم. اصلا همین چند روز پیش، روز یکشنبه، در روسیه آقای پوتین در کشور شوراها، در اتحاد جماهیر شوروی سابق، حکومت پرولتاریا بود، دیکتاتوری در سراسر کشور به اسم طبقه کارگر، و بعد اون حکومت در هم پاشیده شد. حالا به هر دلیل آقایی به اسم یلسین آمد، شروع کرد چپاول کردن، شروع کرد بدمستی کردن، کارهای احمقانه کردن، و در ضمن یک مقدار کمی هم بازی دموکراسی در آوردن و بعد جانشین تعیین کردن. حالا اگه جای دیگه بود پسرش رو میذاشت. آقای یلسین از اونجا که بسیار آلوده بود و دست به عملیات عجیب و غریب زده بود در زمان حکومت خودش، این بود که آمد یه آدم امنیتی که تو کاگبه کار کرده بود، سوابق اونطوری داشت، این آدم آورد جانشین خودش کرد، اونم آقای پوتین بود، در حالی که خیلی کسای دیگه دور و برش بودن که هم از کارهای سابق حزب کمونیست بودن، علاوه بر این عده‌ای زیادی آدم های فهمیده در اتحاد شوروی سابق بودن که با اون رژیم هم الفتی نداشتن. ولی آقای یلسین کسی رو میخواست بیاره که تمام کثافتکاری هایی که او و خانوادش و دزدی ها و چپاول هایی که کرده بودن، اینها رو همه رو ندیده بگیر، و اونم آقای یلسین، آقای پوتین بود. آقای پوتین طبق قانون اساسی حکومت روسیه باید دو دوره رئیس جمهور میشد. دو دوره رئیس جمهور شد، یه دلغکی به اسم مدودوف گذاشت رئیس جمهور کرد، خودش شد نخست وزیر. همه اختیارات ریاست جمهوری رو منتقل کرد به نخست وزیری. و بعد که اون یه دوره ریاست جمهوری کرد، دوباره این دلغک رو برداشت، خودش رو کاندید ریاست جمهوری کرد و آمد در رأس ریاست جمهوری. میبینید که الان ایشون به دوره دوم هم نرسید، 50 و خورده درصد، و بعدم یه اشکی هم ریخت و طرفداراش هم ریختن تو خیابونا، و بعدم برنده انتخابات، حالا دوباره دو تا دوره ایشون رئیس جمهور میشه، باز دوباره یه دلغک دیگه گیر میاره، میذاره به عنوان رئیس جمهور موقت، باز دوباره یه دوره، بعد خودش دوباره میاد. این دلغشبازی روسیه. دلغشبازی های حکومت های دیگه دیکتاتوری دنیا هم که همه دیدید دیگه، همینان گرو. اما مسخره تر از همه اینا انتخابات جمهوری اسلامی. چرا مسخره تر؟ برای اینکه اینا میگن احکامی که ما، یعنی جمهوری اسلامی، بهش اعتقاد داره، حکومت ما حکومت الهیه. بنابراین وقتی که یکی میگه که آقا امام زمان
و نمیدونم ائمه اطهار مهر این آقا رو انداخته در دل رفسنجانی و دیگران و ایشون حکمش از طرف آقا امام زمان صادر شده، خب اینا دیگه نباید این انتخابات مسخره رو بذارن. از اولش هم همینطور بود، چه در زمان اون پیر فرزانه که با حق بازی انتخابات ها را برگزار کردن، چه جانشین برحقش حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رئیس روزخانه، همه اینها اصلا احتیاجی به انتخابات نداشتن. این آقای مصباح یزدی میگه، میگه آقا حکومت ما الهیه، مردم نقشی ندارن، و راست هم میگه. شما باطن این حکومت رو بشکافید همون نظر رو دارن همه، منتها اینا یه مقداری حالتهای نمایشی برای خارجی ها میخوان. دوره هم دوره ای نیست که دوره خلافت باشه، یه روزخان بشین اون بالا و بگه که آقا من حکومت اسلامی رو دارم. اینا احتیاج داشتن که به این حکومت ولایی و الهی یه رنگ دموکراسی هم بدن، اسمش هم گذاشتن مردم سالاری دینی، که از مردم استفاده میکنن برای اینکه یه نمایش خارجی هم بدن، وگرنه داخل که مردم میدونن اینا کی هم. همه مردم ایران، حتی اون اراذل و اوباشی که دورور اینا هستن، میدونن که این حکومت چجوریه. منتها یه عده معدودی، 2-3 میلیون، 4 میلیون، 5 میلیون، نه 10 میلیون، این خورده های تای سفره اینا رو میخورن، دعا میکنن. همه این مسخره بازی ها، همه این کارهایی که اینا تا به حال به عنوان رفرم توی مملکت ما انجام دادن، عمیانان گرامی، به خاطر این بوده که مردم رو عادت بدن به گدایی در نزد حکومت، نه کاری بکنن که خودشون رو نوکر مردم بدونن و در خدمت مردم، حالا نه نوکر، در خدمت مردم و با انتخاب مردم. همین یارانه ها، به قول خودشون هدفمند کردن یارانه ها، همین انتخابات پریروز گفته بودن به عده اگر مهر انتخاباتی نداشته باشید یارانتون قطع میشه. من اصلا کاری به این کارا ندارم. این نمایش مسخره اجرا شد، همه دنیا هم شاهد بودن، 130 خبرنگار رو دستچین کردن. مثلا رویترز یه لیست داد، گفتن لیست باید بدین، لیست داد، گفت این خبرنگاران رو ما میخوایم بفرستیم. قبلا نمایندگی های اینا در کشورهای خارجی، نوشته هایی که قبلا خبرنگاران به ایران رفته بودن اینا رو خونده بودن، از کسانی پیشنهاد داده بودن از هر خبرگزاری که اینا یه مقداری تمایلات بیشتر به رژیم دارن، یعنی بیشتر تا سمت رژیم رو میگیرن. بعدم میدونید عمیانان گرامی، این دولت‌های غربی، من اصلا نمیخوام وارد این توهمات اینا بشم، نه، ببینید من بارها گفتم آلمان، فرانسه، آمریکا، انگلیس، همه کشورهای غربی، چین، روسیه، حتی این حکومت‌های چلغوز خلیج فارس، ترکیه، اینا، حماس، جهاد اسلامی، حزب الله لبنان، اینا همه به دنبال منافع خودشون هست. هر کی بگه بجز جمهوری اسلامی، بجز جمهوری اسلامی، دستجات سیاسی، دستجات تروریستی، سازمان‌های اسلامی، حکومت‌های بی‌طرف، حکومت‌های باطرف، حکومت‌های وابسته، اینا در درجه اول منافع خلق‌های دیگر رو در نظر دارن، دروغ میگن، دروغ میگن. ایالات متحده آمریکا همین چند وقت قبل بزرگترین معامله گندم رو با جمهوری اسلامی کرد. شرکت معظم شل درست تو این شرایط که همه تحریم در تحریم، تحریم در تحریم، یک قرارداد خرید کلان نفت با جمهوری اسلامی امضا کرده و به ژاپن یه طرحی داده که ما رو مستثنا کنید از این تحریم‌ها و خیلی کشورهای اروپایی. دلیلشون هم اینه که ما در شرایط فشار اقتصادی هستیم و مجبوریم در این شرایط، اگر چنانچه یک کشوری قیمت نفتو حتی 10 سنت کمتر می‌فروشه، بریم سمتش.
جمهوری اسلامی هم از اونجا که در یک شرایط بد اقتصادی قرار گرفته، بنابراین 10 سنت چیه؟ 1 دلار هم تخفیف میده، 10 دلار هم تخفیف میده. روی آبهای بین‌المللی 10 کشتی نفتکش چندین میلیون تن نفت زیر قیمتهای بین‌المللی میفروشه برای اینکه پول بگیره. همش هم تو جیب جمهوری اسلامی نمیره، یه مقداری آقا مشتبه باید برداره، یه مقداری دوروریای احمدی نژاد باید بردارن، یه مقداری سهم سپاه، یه مقداری سهم نمیدونم ناجاز، همه اینها هم میهنان گرامی از اون سفره گسترده، اون خانه گسترده باید استفاده کنن. من بارها در این برنامه راجع به این آقایون اصلاحچی ها صحبت کردم، خیلی هم مورد تعلن لعن و طعن بعضی از دوستان حتی خودم قرار گرفتم که آقا تو این شرایط که آقای کروبی و آقای موسوی و خانم رهنورد و خانم فاطمه کروبی توی حصر خانگی هستن، الان چه موقع پرداختن به این مسائله؟ من در این احترامی که برای آقای کروبی آقای موسوی دارم، به دلیلی که این حصر خانگی رو دارن تحمل میکنن، زیر فشار همین حکومت هم هستن و خیلی از اینا، ولی همینانی گرامی اعتقاد دارم و در این حال که اعتقاد دارم ما در رو باید باز بذاریم از اون کسانی، ما منظورم من که خودم نیستم، که منظور همه مردم ایران که در خارج و داخل هستن، این در رو باز بذاریم که کسانی که از رژیم میبرن ریزش میکنه بیان طرف مردم. این یه جریان خیلی میمون و مبارکه که رژیم هی آدمایی که ازش ناراضی میشن میریزن بیان طرف مردم، اما اینقدر جلوگشاد نیست که هر کس با هر سابقه ای، با هر پرونده ای، با هر جنایتی بلند شه بیاد این ور، بعد اختلاف پیدا کنه، بیاد این ور شروع کنه مخالفت کردن با رژیم، بعد رژیم یه خودی که چشمک زد مثل آقای کدیور و آقای مهاجرانی و اینا که فکر کردن خب میشه از همین بازی که آقای خاتمی در آورد، دیدین که یهو وسط این جریانات آقای مهاجرانی تلق اومد وسط و گفت من میتونم شهادت بدم که آقای خامنه‌ای آدم بسیار پاکی، هیچی نداره، به دروغ. این آدم پرونده شو در این حال که آدم خوشبکتی هم بوده تو اونا، تو اون آدم خورا آدم خوشبکتریه، زمان ارشاد هم نشون داد که خوشبکتر از اوناست، اصلا توشو این آقا اون زمان موقعی که آقای رفسنجانی رئیس جمهور بود آمد در روزنامه اطلاعات یه مقاله نوشت که به دلیل خدماتی که در سازندگی آقای رفسنجانی کرده بیام دوره ریاست جمهوری رو اضافه کنیم، بکنیم مثلا 4 دوره، که از اونجایی که این مقام معظم روزخان بزرگ نمیخواست بپذیره که یکی دیگه هم که حالا با وجودی که آوردتش در این سمت گذاشتش حالا اینقدر پر رو بشه که 4 دوره بشه رئیس جمهور و پس فردا بزنه زیر عمامه آقا، گفت نخه طبق قانون اساسی. خیلی دلش میسوزه برای قانون اساسی، خیلی حکومت آقا امام زمان دیگه هم یعنی نمیشه که نائب برحق امام زمان از قانون تخطی میکنه. و حالا من همیشه معتقد بودم که این آقایون اصلاحاتچیا همیهنان گرامی یه جایی کارشون میلنگه، این لنگم از اونجاست که حالا چرا دلیلشو میگم. عده زیادی از همین آقایون از ابتدای انقلاب دستشون تا اینجا به خون صدها هزاران همیهنان ما از هر طیف و طبقه، از هر قومی، از هر مذهبی آغشته. آقای حسین شریعت مداری یه زمان نوشت آقای موسوی تبریزی، آقای اون اصلاحچی ها کار به اونجا رسیده بود که آقای خلخالی هم اصلاحچی شده بود، آقای هادی قفاری از دموکراسی، مردم سالاری و اصلاحات صحبت میکنه، همه جا همین آقای قفاری مسلسل ورداشت رفت تو زندان ها بعد از حمله مجاهدین، اون فروغ جاویدان رفت 10 زندانی رو کشت به جرم این که اینا مجاهد خلقن. هزاران چپ و توده‌ای و
نمیدونم اینا رو کشتن. ده ها طرفدار رژیم گذشته از امیران ارتش، از وزرا و وکلا بدون دادگاه کشتن. اینا کشتن، همین آقایون اصلاحچی ها. خب حالا اینا اومدن دورن با این رژیمی که این همه برای زحمت کشیدن حیثیت و آبروشون رو گذاشتن، از جمله آقای رفسنجانی در تمام پرونده های جنایات خارج و داخل یکی از ستونای اصلی بوده. آقای رئیس روزخان ها میگه آقایون یادتون باشه اگر جمهوری اسلامی بره همه شما ها میری. اینی به آخوندهای قوم هم گفته. اینجوری خوشخوشانتون نشه حالا بیاین و هم بخواین این طرف رو نگرده. راست هم میگه، دقیقا راست میگه. آقای رفسنجانی در دادگاه میکنوس محکوم شده، جزو تصمیم گیران اصلی کشتار مخالفین در خارج از کشور بود. صحنه‌ای است از مجلس شورای همون طویله مجلس در زمان امام کبیر که یکی از این آقایون ملی مذهبی درست سخنرانی میکنه، گفتم براتون بارها، میریزن سرش کتکش میزنن. این اون بالا اینجوری کرده از خنده با اون قیافش میخنده، رئیس مجلس میخنده. حالا این آدم تلقی الان شده آزادی خواه. این دفعه هم که رای داد همین پریروز گفت امیدوارم این رای که من میدازم درست خانده بشه که روزنامه پریدن بهش. اما حیرت آورتر این کار آقای خاتمی بود، رهبر اصلاحات ایران، دو دوزه بازی که همیشه در بزنگاه ها دو دوزه بازی کرده. و یه موقعی بود اینو خیلی از این کسانی که در خارج از کشور بودن خوشخوشانشون شده بود، میگفتن این یه مصدق بعدیه. اسم شادروان مصدق رو با این مردک میخواستن آلوده کنن. آدمی که انتخابات شرم‌آور و خجالت آور احمدی نژاد رو انجام داد، به احمدی نژاد که رئیس بود در زمان او بود، آقای لاری وزیر کشورش، آدمی که جنایتکاران ریختن تو خوابگاه دانشجویان و فردای اون روز اومد به جایی که اون رهبر رو، حالا رهبری چی، اون جانیان دیگر رو محکوم کنه، دانشجوها رو محکوم کرد در صحبتش. و بعد دو دوزه بازی همین چند وقت قبل بود، گفت دلیلی نداره در این انتخابات شرکت کنیم وقتی ده ها نفر زندانه، وقتی که آزادی نیست. این مسخره است شرکت در انتخابات. بعد پری روز هم روزی جمعه تلقی از دماوند رفت در انتخابات شرکت کرد و چقدر کار خوبی کرد. من خیلی خوشحالم. میدونی چرا؟ برای اینکه دست اینا رو رو کرد، دست اینا رو رو کرد و حرف ما رو. آقای موسوی هم میگه ما در چارچوب قانون اساسی. اینا با رأس نظام مشکل دارن یه ذره. میگن اگه آقای خامنه این کار کرده بود، اینجوری کرده بود اوضاع بهتر بود. اما اینا قانون اساسی جمهوری اسلامی ولایت همه رو قبول دارن، منتها با یه خود کنترل این ور اون ور. وگرنه ما خوشخوشانمون نشه که آقا اینا اومدن و مملکت ما رو میخوان آزاد کنن، آقای کروبی و آقای فلان رو تو حصر خانگی نگه داشتن. این نشون داد که رژیم حتی تحمل این آدم های خودش هم نداره و اینا تنبیه داره میکنه. و به دلیل همین تنبیه الان گزارش داره آقای سرخیز تو بیمارستان عرازل و باش حزب‌اللهی ریختن، اینایی که اومدن عیادتش کتک زدن، فوش دادن، بعدم خود سپاه بردش تو بیمارستان، دست و پاشو به تخت بسته. اینا یه همچی وحشی های هستن. امروز آقای سلطانی وکیل شرافتمند اون مملکت رو به جرم دفاع از آدمای سیاسی و به جرم دریافت جایزه در نورنبرگ، تسخیر مال غیر، محکوم به 18 سال زندانش کردن و 20 سال بیکاری. در مملکتی که سعید مرتضوی جانی
که 200 نفر از نمایندگان مجلس موقعی که اینو خلعش کردن با دوتا از دوستانش تبریک گفتن که این آدم نمیدونم منویات رهبر معظم رو قبول نکرد و حرف ایشون رو گوش نکرد و ایشون باید تنبیه بشه باید مجازات بشه باید فلان. بعد این احمدی نژاد دلغک اینو بردش کرد رئیس مبارزه با مواد مخدر و ارز و نمیدونم این حرفا، حالا هم کردنش رئیس مدیر کل بیمه های اجتماعی، یعنی 32 میلیون نفر با پولش، یعنی ثروتمندترین مؤسسه رو گذاشتن زیر دستش. و این مجلس، این طویله مجلس همه خفه شدن، همه. تازه یکی از این سرداران به اسم ابویی همچی چیزی گفته جناب دکتر سعید مرسلی، این هم کردنش دکتر، بیچاره دکترا. ایشون یکی از باهوشترین، کارآمدترین و در زمانی که در ارز بودن و قاچاق ارز و این چیزا مواد مخدر عملیات مشعشعانه کردن. راست میگه، میبینیم دیگه اصلا ریشه ارز فروختن و نمیدونم قاچاق اینا رو خوش کرد. دیدین؟ خوش کرد مملکت بهشت. همینانی گرامی، امشب من با دو نفر صحبت میکنم، با خانم هنگامه افشار همکار گرامیمون در این تلویزیون مردانه، با خانم افشار که در تورنتو هستن صحبت میکنم در جلسه که به مناسبت 8 مارس بوده شرکت کردن، و بعد طبق معمول با دکتر مصطفی دانش دوست خودم ژورنالیست و روزنامه‌نگار برجسته. اول گفتگو میکنم با خانم افشار. خانم افشار گرامی درود بر شما. درود بر شما جناب فرجی، درود بر هم میهنان ارجمند و جناب دکتر دانش. حال شما خوبه خانم افشار؟ حالی اینجا در شهر تورنتو اندکی سرد اما مردمانی بسیار گرم، و آقای فرجی گرامی طبق قولی که با هم صحبت کرده بودیم 2 روز پیش، من بله در اینجا دیروز با شایستگی تمام این جمعیت سبز های سکولار های سبز به ویژه بخش خانوم ها این شاخه تورنتو به قدری ارگانایز و زیبا این مراسم 8 مارس رو برگزار کردن و ما سورپرایزی هم داشتیم، بانو سیمین بهبهانی رو از ایران زنده آوردیم بر روی خط، و 2 ساعت قبلش هم ایشون سروده ای رو به مناسبت 8 مارس برای خانم نسرین ستوده سروده بودن که تفلک 30-40 بار فقط با چشم ناتوانش سعی کرد این رو خوند. مجلس خیلی به هیجان آمده بود، بسیار خوب بود، و در واقع تشکیل از بانوان مختلف یک همایش کامل بود که بخش آخرش هم افتخار داشتم که 1 ساعت و اندی در خدمت هموطنان باشم و در مورد 8 مارس تلاش زنان ایران و جهان توضیحاتی بدم. حالا تمام اینها فیلم برداری شده آقای فرجی گرامی، و من به محض اینکه برگردم در لس آنجلس در برنامه های متعدد نشون خواهم داد تا همگان بدونن که واقعا همبستگی یک اتبانوی گرامی، البته نمیگم آقایون هم در بینشون هستن کمک میکنن، چقدر میتونه کار مدیریت رو به جلو بندازه و چقدر زیبا میتونه یک مراسم برگزار بشه. خانم افشار گرامی، من اعتقاد دارم این زنان میهن ما، حالا من اینی که البته دیگه همه دارن میگن، ولی شما میدونی که من به خصوص روی این موضوع خیلی حساسیت دارم، و دلیل اینم که میگم این تلویزیون مردانه اینه که به جز شما و یکی دو نفر دیگه این تلویزیون واقعا خیلی کمبود داره، و این یکی از اشکالات تلویزیون های خارج از کشوره که کمتر خانوم ها فعالیت توش میکنن. حالا چرا نمیدونم، اما من اعتقاد دارم در هر کاری که زنان میهن ما شرکت مهم دارن، یعنی مصمم هستن که اون کار و اون فعالیت رو به پیش ببرن، اون کار با موفقیت تام و تمام تموم میشه. این بسیار خوشحال کننده است که من میبینم در هر کجا که خانوم ها فعالیت میکنن، چه در زمینه های به اصطلاح اجتماعی، چه در زمینه های فرهنگی و چه در زمینه های سیاسی، اون مجالس، اون جمع، اون انجمن ها بسیار کارهای درخشان میکنن. حالا چرا نمیدونم، شما دلیلشو بگید.
آقای فرجی گرامی، این بانوانی که من در تورنتو باهاشون آشنا شدم و عضو این سکولارهای سبز هستن، در بینشون پزشک هست، وکیل هست، آموزگار هست، خانه‌دار هست، تاجر هست، اینها به خاطر ایشون، یعنی هیچ کدوم به قدری گرفتارن در زندگی حقوقی و اجتماعی خودشون به خاطر عشقشون و این نظمی که در کارهای اینها هست. من در این چند روزه با این بانوان صحبت میکنم، میبینم چقدر اینها رشد فکری دارن و چقدر اینها میفهمن نبض داخل ایرانو، چقدر خواهان این براندازی این حکومت مستبد هستن و با خواهان این اتفاق هستن، بدون کوچکترین خودخواهی، بدون اینکه این بگه من رئیسم تو مرعوسی، اصلا یک رفاقتی، یک صمیمیتی. و چرا آقای فرجی گرامی، در تمام دنیا شما ببینید الان مدیریت زنها یک چیزی در طبیعت زنه، در خانه شما هم ممکنه خانومتون بودجه رو بتونه خوب تنظیم کنه از لحاظ مسائل خانگی، در محیط خانواده خیلی بیشتر از شما تبحر داشته باشه. این خصوصیت زنان است، قدرت زنان است که الان واقعا در سطح جهان اگر از مدیریت و دفاتر و این ادارات حذفش کنن، من فکر میکنم جهان سقوط میکنه و خیلی خوبه که زنها رو، زنان به ویژه زنهای ایران، وارد کارهای اداری بشن، وارد دفاتر دولتی بشن، تئوریسین بشن و در کنار مرد حرکت بکنن، ما زودتر به مقصود خود خواهیم رسید. خیلی برای من خوشحال کننده است این خبرهایی که شما میدین. من چون خودم در اروپا خانم افشار نازنین میدیدم دیگه، واقعا زنان ما توی اروپا در همه رشته ها فعالیت ها چشمگیر دارن، چه در زمین های تئاتر که کمتر من در اینجا، نه البته نه که نباشه، واقعا هست اینجا، ولی با این تعداد ایرانی که در امریکا هست و به خصوص در لس آنجلس هست، توقع آدم خیلی بیشتره. ولی من مثلا شاهد فعالیت ایمیل هایی که از استرالیا یا کانادا دریافت میکنم، اینا نشون دهنده فعالیت های بسیار شدید هموطنان زن ما هست در اینجا. نویسندگی میکنن، فعالیت های اجتماعی میکنن، نمیدونم در مجالس شرکت میکنن، در انتخابات شهری شرکت میکنن، خیلی قابل احترامه. ایشالا یه فرصتی پیش بیاد، شما وقتی که برگشتید چه در برنامه خودتون و منم خوشحال میشم در برنامه من راجع به این فعالیت ها به طور کلی در زمین های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با هم صحبت بکنیم. خانم افشار نازنین، حتما آقای فرجی. و در ضمن امشب جشن نوروزی ایران بود و آقای دکتر رضا مریدی که نماینده پارلمان تورنتو هستند، یکی از این ساختمان های تورنتو، یک محصفه حفسین بود، جشن ایرانی، رقص ایرانی و نمیدونم شاید بالغ بعد 500-600 ایرانی آمده باشن. حرکت های فرهنگی در تورنتو خیلی قویه و اون برداشتی که ما از تورنتو داریم به عنوان لونه زنبور جمهور اسلامی از یک جبهه درسته، ولی از جبهه دیگه شمشیرزنها مقابلش ایستادن. من با توشه پربار خبر خواهم گفت و در مورد تورنتو واقعا اطلاعات جالبی است که خیلی از ما هم نمیدانیم. آقای فرجی گرامی، بسیار خوشحال میشم خانم افشار نازنین شما رو اینجا با سلامت ببینیم و بعد از صحبتاتون استفاده بکنیم در برنامه هامون و اینکه همینان ما در تورنتو و در کانادا اصولا چه کارهایی انجام میدن. خیلی سپاسگزارم ازت. سپاس از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. مرسی آقای فرج. خب همینان گرامی، همونطور که وعده کردم، من خب قسمتی از حرفامو زدم، کلی حرف دارم، از جمله اینی که هر کسی که در مملکت بلازده ما در هر رشته فعالیت میکنه، اگر صاحب یک ذره شعور باشه، تشخیص میده که تو اون مملکت بلازده وضع ما چجوریه. میبینیم که همه ما روزنامه نگاران واقعی رو زندانی میکنن یا فراری میدن یا خانه نشین میکنن. وکلای دادگستری ما رو جرمشون اینه که در جوامع حقوق بشری فعالیت میکنن. تو رو به خدا ببینید، خانم نسرین ستوده، آقای سلطانی، نمیدونم آقای زرفشان گرفته بودن، آقای سیفزاده رو گرفتن، همه اینا رو در زندان کردن با جرمهای عجیب و غریب خنده‌آور. یکیش آقای سلطانی، جرمش اینه که مال غیر رو داشته میگرفته، جایزه نورنبرگ رو، حالا شاسه نرفته، نذاشتم بره. تو رو به خدا ببینید اینا کیان، ببینید اینا کیان.
کارمندای بی بی سی رو خودشون و نه خانواده هاشون یقشون رو گرفتن براندازی. یعنی اینا میخوان یه مملکتی درست کنن قبرستون. این طبیله مجلس هم که پر کردن از عوامل خودشون، قراره پدرزن آقای آقا مجتبی ولیعهد محترم بشه رئیس مجلس و در آینده تخت پرش بشه برای ریاست جمهوری. ببینید چه خبر اومد بکن. و یه عده چپاولگر برای حفظ موقعیت‌های خودشون به هر نحوی که شده میخوان مردم رو خفه کنن، بترسونن و دست بزنن به اعمال جنایتکارای خودشون، دنباله چپاولشون رو بگیرن. یه وکیل دادگستری رو 18 سال زندان، 20 سال محرومیت از شغلش. نسرین ستوده با 3 تا بچه کوچک، آخه اینا من نمیدونم، اون آقا امام زمانم خراب کرده. آخه مردم یه اعتقاداتی داشتن. بعد این آقای دانشمند اتمی رو که کشتن، بیاین بریم مرتب فیلم از بچه همین روزخانی هایی که میکنن راجب سرهای کربلا عشق میگیرن، صدها زن و مرد شرافتمند میهن ما رو تو زندان ها کردن مثل که اینا خانواده ندارن. نسرین ستوده 3 تا بچه داره، کردنش تو زندان. بچه کوچیک 12 سالش اومده گفتن حجاب اسلامی نداره، نذاشتن مادرشو ببینه. بعد رفتن تو خونه یکی این دانشمند ها که ترور شده، بچه رو عکس گرفتن که ببینید این در غیاب پدر عشق میزه، عشقش که خوش نمیشه. همین مسخره بازی هایی که تو روزخونی ها در میارن، دروغگویی هایی که میکنه که امام حسین بچه یه ماه رو برداشت گفت تشنشه به این آب بدین، نمیدونم از این حرفا که عشق مردم رو درارن. بعد از اونجا که میرن میرن میشنن پای منقل و عرق میخورن و عکساش در اومده. اون لاتپاتی هایی که به اسم مداح دورور احمدی نژاد بودن، حالا بهش فحش میدن و دورور مقام معظم روزخان بزرگ هستن، اینا دیگه. مملکت دست اوباش و عجامر چون میگم عجابر، مملکت افتاد دست اینا. آدم خندش میگیر از این حرفای اینا. یه گزارش داشتم میخوندم، حالا دکتر دانش بهش اشاره میکنه. دکتر دانش خیلی سپاسگزارم، ممنون که اومدید در برنامه من. دکتر دانش اول شروع میکنیم از روسیه، خیلی مختصر و مفید، حالا البته 20 دقیقه فرصت داریم. بفرمایید که به تدریج دیگه این جریان انتخابات مسخره آقای پوتین من که به ایران یه مقداری اشاره کرد، حالا راجع به اونجا اشاره میکنیم و نقشی که این آقای پوتین داشت در انتخابات پر از تقلب و اینکه خب این جریان تا کی ادامه پیدا میکنه، اینا تا کی میخوان با این مسخره بازی مدودوف بیاد این بره یکی دیگه بیاد دوباره جای اونو بگیره و اینا، وضع چه جوریه واقعا، وضع زندگی مردم در روسیه چه جوریه؟ متاسفانه بگیم که در واقع رهبران روسیه صحبت از آزادی و دموکراسی میکنن ولی در واقع یه جامعه غیر دموکرات به وجود آوردن و سعی میکنن که در واقع مواضع حکومتی و صندلی حکومتی رو به هم پاس بدن، همونطوری که یلسین به پوتین داد، پوتین به مدیدف داد و مدیدف دوباره به پوتین میده. در واقع این اوضاعی است که در سوریه به وجود آمده، در روسیه به وجود آمده و باید به این مطلب اشاره بکنیم که خب ضربه بزرگی در انتخابات به پوتین خورده، یعنی در انتخابات قبل بیش از 68% و این بار کمتر از 50 و چند درصد آورده و این در نتیجه در واقع اعتراض شدید مردم به این سیستم دولتی که آقای پوتین و دیگران به وجود آوردن و میخوان قدرت رو در دست بگیرن. دست خودشون بود 98ش کرده. طبیعیه ولی خب باید مطلب اشاره بکنیم، کشور روسیه کشور بسیار غنی است، یعنی دومین کشور نفتی جهانه در واقع و بزرگترین کشور صادرکننده گاز، اولین کشور رزرو گازی جهانه و امکانات وسیع مالی داره. ولی تعجب آوره که این کشور که ادعا میکنه که کشور صنعتی بوده و در زمان شوروی ها یک ابرقدرتی بوده در مقابل آمریکا، امروز وابسته به درآمد نفت و گاز شده. یعنی انقدر این کشور سقوط کرده که آقای پوتین و دیگران، یلسین، پوتین و بعدا مدیدف و اکنون دوباره پوتین، نتونستن این کشور رو در واقع کشور صنعتی عظیمی بکنن که بتونن به حال مردم برسن. و باید بگیم که بیش از 60% 70% مردم در ایناشو داشتن، میدونید صنعتی بوده همون دیگه. ببینید در زمان شوروی با تمام مشکلاتی که در زمان کمونیستا وجود داشت، ولی کشور صنعتی بود، کشوری بود که با ابرقدرتی مثل آمریکا و تمام غرب در واقع
رقابت میکرد ولی امروز سقوط کرده و عده کمی در واقع تمام سرمایه های مردم و ثروت مردم رو به جیب زدن، میلیاردارهای این کشور شدن. شما باور نمیکنید جوانایی که در حدود 30 و چندین سال بیشتر ندارن در واقع تشکیلات عظیم صنعتی رو در دست گرفتن، یعنی ارزون خریدن، مفت از کشور و دولت روسیه یا شوروی سابق خریدن و میلیاردها در دست دارن و اینا در واقع حکومت رو در دست خودشون گرفتن. یکی از اونها هم یکی از این میلیاردها آقای پوتینه که با این وضع زندگی میکنه و بیش از 60-70% مردم زیر فقر، مرز فقر زندگی میکنن و متاسفانه باید بگیم که هیچ آلترناتیو دیگری هم در مقابل پوتین در این انتخابات وجود نداشت. مدیف که خواهان این نبود که دوباره رئیس جمهور بشه، یعنی در واقع با هم قبلا به نتیجه رسیده بودن که باید کنارگیری بکنه و حتما در دوره بعدی دوباره آقای مدیف رئیس جمهور خواهد شد. این اوضاعی است که در سوریه، در روسیه به وجود آمده و متاسفانه بگیم اینا هم پیمانان جمهوری اسلامی هستند. آقای پوتین یکی از حمایت کنندگان اصلی جمهوری اسلامی. خب دکتر دانش، برمیگردیم این طرف. یه چند تا گزارش من نگاه میکردم در مورد روش‌های خیلی خشونتبار دولت عربستان، کشورهای حوزه خلیج فارس، اینا یواش یواش لحنشون خیلی شدیدتر و تهدیدآمیزتر شده. حتی من دیدم که وزیر دفاعشون که یکی از این همین شاهزاده‌های سعودی است، این شدیداً به جمهوری اسلامی اخطار کرده و به اینا گفته که شما مواظب کاراتون باشین، شما اجازه. بعدم یه مسائلی که الان تو منطقه اینطوری که از گزارش ها برمیاد مرتبا قاچاق اسلحه میشه، این قاچاق واسه کی انجام میشه؟ ببینید، باید بگیم که در واقع عربستان سعودی با تولید نفت بسیار عظیمی که اکنون به 11,500,000 بشکه در روس رسیده و 9 میلیون بشکه در روس صادر میکنه و پول عظیمی رو که به دست میاره، در حدود 400 میلیارد دلار سالانه پول درآمد نفتی عربستان سعودی با جمعیتی در حدود 22 میلیون در واقع نقش اساسی رو در منطقه داره و نقش اساسی به این ترتیب که در شورای همکاری خلیج فارس نقش اساسی رو داره و همونطوری که میدونین در بحران بحرین یا در قیام مردم بحرین، باید به این مطلب اشاره بکنیم، درسته ایران نفوذ کرده بود و در واقع بعضی از عناصر ایران در بحرین خرابکاری میکردن، ولی جنبش آزادی خواهی بود، جنبش کاملا درست، جنبش جمهوری اسلامی نبود و جنبش خواهان این که بخواد یک حکومت شیعه یا جمهوری اسلامی شیعه در اونجا به وجود بیاره چنین چیزی نبود. ولی خب نقش عربستان سعودی رو کاملا روشن بود و با فرستادن بیش از 1800 از نیروهای ویژه‌اش تونست در واقع قیام مردم رو سرکوب بکنه و نابود بکنه و از همون زمان در واقع عربستان سعودی به ایران اخطار داد که در اوضاع داخلی کشورهای دیگه به خصوص عربستان سعودی و حتی یمن، در شمال غرب یمن میدونید که شیعیان یمن زندگی میکنن و اغلب در این اواخر بر علیه دولت مرکزی فعالیت میکنن و در شرق عربستان سعودی بیش از 12% شیعیان عربستان سعودی در حال تظاهراتن، اغلب در حال اینا که در یک مثلث چیز دور هم دیگه هستن، کاملا درسته، یمن و بحرین و نمیدونم اونجا و قسمتایی از در واقع متحده عربی اینا کاملا درسته، اینا در واقع در این مثلث قرار دارن و با هم رابطه هم دارن، یعنی بین شیعیان یمن در شمال غرب و شرق عربستان سعودی شیعیان عربستان رابطه بسیار نزدیکی وجود داره و به همین خاطر در مبارزه عظیمی که دولت عربستان سعودی بر علیه شیعیان یمن در یمن انجام میداد، با نیروهای هوایی حمله میکرد به مواضع اینها برای که رابطه نزدیک و نفوذ بین دو گروه شیعه در یمن و عربستان سعودی وجود داره. و خب باید به این مطلب اشاره بکنیم، شما به درستی میگین که وزیر دفاع کنونی عربستان سعودی اخطار کرده، ولی این اخطار جدید نیست، سابقا هم چنین اخطارهای عظیمی شده بود و من اشاره میکنم به ترکی الفیصل، این شاهزاده بسیار بلندپایه عربستان سعودی که سفیر عربستان در واشنگتن بود و مدت تورانی بیش از 12 سال رئیس استخبارات سازمان استخبارات عربستان بود و این شخص من در افغانستان شناختم، یعنی باش حتی نشست داشتم باش مذاکره کردم در شمال افغانستان یک بار. این شخصی است که همون چند ماه پیش در زمان بحران بحرین اشاره کرد که ما جلوی جمهوری اسلامی خواهیم ایستاد، به خصوص از حربه نفت استفاده خواهیم کرد و جنگ نفتی رو شروع خواهیم کرد و اون ادعا کرد که ما در مدت کوتاه تولید نفتمون از 9 میلیون به 12 میلیون میرسونیم که هفته پیش انگار کردن، در واقع به 12 میلیون نرسیدن ولی از 9 میلیون از 10 میلیون به 11.5 میلیون بشکه رسوندن، یعنی 1,500,000 بشکه اضافه تولید میکنن که هم اکنون ژاپن داره نفتی که از ایران وارد میگرده
از عربستان سعودی خریدار میکنه، بخشی از این از نفتشو داره از عربستان سعودی وارد میکنه و چین هم میکاره میکنه. چین در سابق بیش از 400 هزار بشکه در روز از ایران تو واردات نفتی داشت، امروز 300 هزار بشکه داره و 300 هزار بشکهشو از عربستان سعودی داره خریداری میکنه. در واقع فقط برخورد نظامی نیست یا تهدیدهای نظامی نیست که پشت پرده تعیین کننده است، بلکه تعیین کننده این جنگ نفتی است که هم اکنون در جریانه و تمام تولید نفت ایران و صادرات نفت ایران رو به زودی عربستان سعودی جبران خواهد کرد. و اینم حتی گفتن هر کشوری که احتیاج به نفت داره ما حاضریم نفت رشتهش بذاریم. هم اکنون اسپانیا و بعضی از کشورهای اروپایی دارن در واقع نفتشون رو از عربستان سعودی خریداری میکنن، از ایران دیگه خریداری نمیکنن. دوستانش برمیگردیم به مسئله دیگه. مسئله مهم این جریان طبق پیشبینی شما، کاملا پیشبینیتون مثل پیشبینی‌های دیگه‌تون به تحقق پیوست. من خوندم در 8 شهر یا 16 شهر در لیبی القاعده رسما قدرت رو در دست گرفت. این جریان چیه؟ 18 شهر در واقع، در 18 شهر، در 18 شهر لیبی در واقع اخوان المسلمین که اسم خودشون رو گذاشتن حزب توسعه، حزب توسعه و عدالت، عدالت و توسعه، مثل ترکیه عدالت و توسعه، درست نام حزب اردوغان رو گرفتن و چنین حزب رو وجود آوردن. و من اگه یادتون باشه در هفته پیش و دو هفته پیش در این مورد صحبت کردیم، در واقع این مثلث مبارزه سنی ها بر علیه شیعه و جمهوری اسلامی بسیار بسیار شدید شده و این نشانه رو شما امروز در لیبی میبینین با کمک اردوغان و ترکیه و کشورهای مثل عربستان سعودی و سلفی ها که در واقع پول عظیم حتی لیبی رو، پول عظیم این تشکیلات اخوان مسلمی در لیبی رو عربستان سعودی و بنیادهای مذهبی عربستان سعودی پرداخت میکنند. همونطوری که عربستان سعودی پول عظیمی به اخوان مسلمین در داخل مصر میده و به سلفی ها میده، به هر دو گروه، هم اخوان مسلمین که گفته میشن لیبرال ترن، هم سلفی ها که بسیار رادیکال ترن، هر دو گروه پول عظیمی از عربستان سعودی میگیرن. عربستان سعودی هم اکنون پول زیادی در اختیار در واقع اخوان مسلمین و نیروهای سنی که ما بین اونها زیادی از نیروهای القاعده هستن، به اونا کمک میکنه، به خصوص رزمندگان اسلامی لیبی که در رأس اونا عبدالحکیم بلهاج قرار گرفته، در واقع رئیس شورای نظامی طرابلس، ولی باید بگیم که رئیس شورای نظامی کل لیبی است این آقا، و تمام قدرت رو در دست گرفتن و در شهرهای خارج از طرابلس در واقع زندانهای خودشون رو به وجود آوردن و صدها و هزارها نفر از زندانی‌ها رو به طور وحشتناک روزانه اینا شکنجه میکنن. سیاهای آفریقایی چون یعنی که اغلب اینا کارگر بودن. ببینید ادعا میشه که عده زیادی از سیاه مزدور بودن، این واقعیت اینه که در لیبی بیش از 1.5 میلیون کارگر سیاه وجود داشته، از کشورهای دیگه در اونجا کار میکردن. متاسفانه عده زیادی از سیاهان رو دستگیر کردن در زندان هاست به عنوان عمال یا عناصر قذافی زیر شکنجه وحشتناک قرار دادن و عده رو کشتن. و تمام هشدارهای جوامع بین‌المللی، سازمانهای بین‌المللی، به خصوص پزشکان بدون مرز هیچ نتیجه نداده و حتی پزشکان بدون مرز میگن که از ما خواستن در شهر مساته به طور مثال 150 نفر از زندانیانی که مورد شکنجه وحشتناک قرار گرفته بودن اینا را فرستاده بودن به بیمارستان که پزشکان بدون مرز اینا را معالجه بکنن که اونا در واقع رد کردن و سازمان همکاری پزشکان بدون مرز تشکیلاتش در لیبی بسته. متاسفانه باید بگیم که در لیبی این شرایطه. و یک بار دیگه این مطلب خیلی مهمه آقای فرجی، باید به این مطلب اشاره بکنیم که این مثلثی که من صحبت ازش کردم، مثلث سنی، در واقع در کنار عربستان سعودی ترکیه قرار گرفته، در کنار با هفته پیش اگه یادتون باشه اشاره به این کردم که وزیر دفاع ترکیه بوده، این خودش از اخوان المسلمینه، یه آدم رادیکال مذهبی است، و در کنار ترکیه و عربستان سعودی قطر قرار گرفته با پول عظیم نفتی که 100 میلیارد دلار در سال درآمد نفتی داره، با 300 هزار نفر جمعیت، توجه بکنید با 300 هزار نفر جمعیت. و مسئله سوریه مهمه امروز که در واقع در کنار کشورهای قطر و عربستان و ترکیه سوریه باید قرار بگیره و سقوط حافظ بشار اسد به نظر من اهمیت مهمی داره و خب بشار اسد هم با جنایت‌های وحشتناکی که کرده و امروز در حمص میکنه به نظر من دیگه نمیتونه در این کشور حکومت بکنه و این خطر وجود داره که در واقع این
مثلث سنی بین کشورها و سلفی ها و کمک های عظیم مالی عربستان سعودی و قطر، در واقع ما در آینده با یه مشکلات عظیم دیگری روبرو باشیم. یعنی نه تنها با شیعان ایران و جمهوری اسلامی جنایتکار ایران روبرو خواهیم بود، بلکه در منطقه با یه مشکل دیگر و این بار در واقع حال تفنن و تفانی که از لحاظ استبداد و غیر قانونی بودن و سرکوبی کردن همشون کمتر از جمهوری اسلامی نیستن. بله، یه مسئله جالبی رو بگم، حالا یه تنبایی هم بشه برای بیننده های ما. در مصر یکی از این وکلای سلفی که در پارلمان وکیل شده از طرف این مذهبی ها، ریش و پشم و اینا خیلی داره، این آدم رفته در یک بیمارستان معروف قاهره دماغش رو عمل کرده برای زیبایی، بعد اومده بیرون و رفته به اصطلاح اداره پلیس شکایت، برای اینکه نبادا گنده این جریان درات بگن تو آقا مردک با این ریش و پشم و اینا اسلامی هم هستی سلفی هم هستی، چرا رفتی برای زیبایی دماغ تمالی، چه جوری این آقا این کار کرده نمیدونم. حالا روزنامه‌های قاهره هم نوشتن این جریان و خبرگزاری خارجی هم مخابره کرد، بعد اومده رفته پیش پلیس در حالی که دماغشو بسته بوده، گفته من موقعی که میرفتم به طرف منزل یه عده حمله کردن به من و دماغ من شکستن و خلاصه این دماغ و ایناش هم بسته بود و پای چشش هم کبود شد چون عمل جراحی کرد. بعدن پلیس این موضوع رو اعلام کرده و در تعقیب کسانی بوده که به این حمله کردن، رئیس بیمارستانی که این رفته اونجا عمل جراحی بکنه تلفن زده به پلیس و خبرنگارا رو جمع کرده، گفته آقا این دروغ میگه، این اومده اینجا گفته من دماغم زشته میخوام دماغمو زیبا کنی، ما دماغش عمل کردیم، بعد حالا اومده میگه برای اینکه نبود گنده جریان در عدالت بگن که آقا تو چرا رفتی دماغتو عمل کردی، گفته به من حمله کردن، یه جنجال بود. حالا قرار شده اینو به جرم عمل جراحی دماغش برای زیبا کردنش، حالا شما فکر کنید مثلا احمدی نژاد بخواد دماغشو عمل کنه زیبا بشه، یا آقای محمدی این کیه یارو، آقای مصطفی پور محمدی مثلا با اون قیافه بخواد دماغش رو زیبا بکنه سر بالا، حالا فکر میکنید چه مجونی در میاد. حالا یه عده از وکلای مجلس مصر قرار شده از این آدم سلب مسئولیت کنه، از مجلس به عنوان دروغگو و کسی که برای زیباییش پول خرج میکنه بیرونش بکنه. بله دکتر دانش، ما زیاد فرصت داریم، 3-4 دقیقه فرصت داریم، میخواستم در مورد این مسئله چی صحبت بکنم، الان حرف اومد تو حرف موضوع فرام. یه مطلبی رو میخوندم که نوشته بود در انگلیس از سرما، رجا نیوز نوشته، از سرما یه عده طلب شدن، چند نفر نوشته بود شما؟ 7800 نفر در روز، در ما. ببینین دروغ که شاخ و دون نداره، خیلی اگه 7800 نفر در اروپا، در تمام اروپا حتی چنین ارقامی وجود نداره، آماری وجود نداره. در سرماهای شدیدی که در اروپا در چند سال پیش وجود داشت، تمام کشورهای اتحادیه رو بیش از 70-80 نفر در اثر سرما از بین نرفتن و امروز رجا نیوز مطرح میکنه که 7800 نفر در واقع در انگلیس در اثر سرما و فقر در حال مرگن یا به قتل رسیدن، کشته شدن و فوت کردن. و واقعا باید بگیم که آدم نمیدونه چی بگه، جواب اینا رو چی بده، دروغ شاه خودم نداره و اینا اینقدر ابلهانه دروغ میگن. ببینید من بارها گفتم تو برنامه، الان یکی دو دقیقه هم با هم دیگه اینطوری، من بارها گفتم مثلا اینا هم دارن مینویسن که در جمهوری اسلامی تو زندان مثلا به زندانیا تجاوز کردن، 3 روز بعد درست دیدین بچه‌ها با هم دیگه دهنکجی میکنن، میگه مثلا بابای تو نمیدونم چی نیست، میگه بابای من بهتر از بابای تو، اینا از این مسخره بچه‌ها دارن دیگه، اینا عین اونا. پس فردا 2 روز بعد مینویسن در زندان‌های آمریکا به تعداد بیشماری از زندانیان تجاوز، حالا هستش میشه دروغ هم که نیست، یا مثلا برمی‌دارن اینجا مینویسن در اون تجاوز خود زندانیا ممکنه بکنن، ولی دولت نمی‌کنه یا اینا دایم. حالا اینا چون با انگلیسات به اصطلاح از در مخالفت در اومدن و خیلی دیگه ضد انگلیسی شدن به قول خودشون، حالا برداشتن نوشتن، من تعجب کردم فکر کردم رقم اشتباه شما گفتید به من که اینا برداشتن نوشتن 7000 خورده نفر در سرما در 2 ماه گذشته یا 3 ماه گذشته یا 1 ماه گذشته در انگلیس کشته شد، روزی 80 خورده ای نفر نوشته بود که از سرما خوش میشن و میمیرن. بله 60 و تقریبا 67-8 نفر 70 نفر از سرما خوش میشن. ببینید اگه چنین اتفاقی در اروپا بیفته، به خصوص در کشور انگلستان بیفته، مطبوعات اروپا
و سازمان‌های مطبوعاتی و در واقع احزاب اروپا در حزب محافظه‌کار باید بره. از آن حزب محافظه‌کار رو طرد خواهند کرد. یعنی در واقع ما در کشورهای زندگی می‌کنیم در اروپا و لااقل می‌تونیم بگیم که مطبوعات قدرت اساسی رسانه. و من تا به حال در تمام مطبوعاتی که از اروپا می‌خونم، آلمان و انگلستان و فرانسه، نه یک بار چنین آماری رو نخوندم. و از اونجایی که خود من و شما به درستی چندین بار گفتیم و خودتون هم به همین ترتیب در مطبوعات خارجی کار کردین، در مجلات معروف آلمانی کار کردین، میدونیم که کوچکترین اتفاقی که در این کشورها بیافته، به خصوص در شرایط سرمایی که عده زیادی 7800 نفر کشته بشن، اصلا دولت و مطبوعات برکنار خواهند کرد. و چنین وقتی که مینویسن که مرکل یه رقاصه، شما میخوان که مثلا یا مینویسن به زن رئیس جمهور فرانسه مینویسن فاحشه خیابونگر، شما توقع دارین از این آدمای بی اخلاق آدم چی بشه؟ هیچ گونه مورال و اخلاق وجود نداره. یعنی شما در انتخابات هم دیدین آقای ولی. قربون شما برم. خیلی سپاسگزارم دکتر دانش، تا چهارشنبه که مجددا صحبت کنیم. سپاسگزارم از شما میهنان گرامی که به برنامه من توجه کردید. تا برنامه فردا ساعت 11:30 روز سه‌شنبه فردا، خدا نگهدار. زنده باد آزادی. پاینده.